برنامه‌های زنده و اینا بودیم و همه خیلی تعجب می‌کردن. خب دکتر نیاکلا با این چیزی که با این حرفایی که می‌زنه و اینا چجوری همچنان گارانتیه برای تلویزیون مثلا بودم بالاخره به کجا حمایت میشه کجا وصله و اینا برای خودتون چیز ماجرا جدی نبود؟ ببینید همون موقعی که با وی او ای مثلا صحبت می‌کردی سال 86 آره ببینید اینجور این سوال خیلی مطرح میشه الان که تو فیسبوک هم خیلی ها به من میگن که شما مال خود دستگاهی، شما مال خود مثلا اطلاعاتی، شما از آدم های بلند مرتبه تشکیلات اطلاعاتی خود این رژیم هستی، سوپاپ اطمینان هستی، نمیدونم اینا رو همه رو میگن، مثلا میگن این دادگاه اینا اینا نمیده فیلمه، دکور نمایشه، نمیدونم خیلی چیزا میگن. علتش هم این هستش که کلن اعتماد تو جامعه ما در حوزه سیاسی و اجتماعی متاسفانه خیلی خیلی کم شده، خیلی کمرنگ شده، خیلی کاهش پیدا کرده. با وجود این بالاخره شما یه دوره تونت مثلا شاید واقعا نمیدونم چجور صریح ترین آدمی بودیم که میتونست مثلا یه سری موازه رو تو تلویزیون نقد کنه. ببینید یه مثلا چطور ممکنه؟ نه ببینید آره شما راست میگین، شما راست میگین. حالا که چرا آقای زیبا کلام؟ خب نه خب چه اطمینانی اعتمادی به شما؟ نه اجازه بدیم این آقای علی مطهری به نظر شما علی مطهری رو نمیتونم؟ نه مثلا چرا صفای فرانی؟ خب حالا اجازه بدیم معارضا خاتمی مثلا به چند دلیل چرا زیبا کلام میتونه این نقش رو بازی کنه؟ یکیش این که اولا زیبا کلام میتونه این نقش رو بازی کنه. خیلی بدون رو دروسی بهتون میگم ارزه بازی کردن این نقش رو ندارم. خیلی رو شما وقتی میبریشون تو تلویزیون بهشون میگه آقا این روحانی اومده نشسته حالا شما حرفتو بزنینا، یا میگن شطور یا مثلا یه چیزی میگن که نمیشه اصلا پخش کرد، نمیشه کارش کرد یه چیزی. ببین من همیشه مراقب بودم، مواظب بودم که وقتی من تو تلویزیون دعوت میکنن آخرین باری نباشه که بیام تو تلویزیون. این اولین بار دارم به شما میگم. همیشه این دغدغه رو داشتم که حواست جمع باشه. الان برنامه زنده است. هنری نیستش که دیگه هیچ وقت نیای تو تلویزیون. اتفاقا هنری هستش که هفته بعدم بیارنت. حالا آخرین بار کی بوده؟ حالا اجازه بدید. در این حال من میتونم یه چیزایی بگم که هر شب منو ببرن تو تلویزیون، ولی اون وقتی که صادق زیبا کلام نیستم. صادق زیبا کلام در حقیقت یک آکروباتیسته، یه بمبازه که داره اون بالای بالا از اون یارو تناوب رد میشه. باید تعادل رو حفظ بکنه، باید از این ور نیفته که دیگه هیچ وقت نیارنش تو تلویزیون، از اون ورم نباید بیفته که هر شب بیارنش تلویزیون ولی مخاطبینش رو دست بده. این کار سختی است و خیلی وقت شما اشتباه می‌کنید. شو نیست. تمام مدت شما باید یه جوری حرکت بکنی. ببینید هیچ من اینو باز برای اولین بار دارم میگم، هیچ کس به من نگفته که زیبا کلام خط قرمز تو اینجاست، به جز اون که به هم تلفن زدن گفتم با بی بی سی صحبت نکن، با وی او اس صحبت نکن، با رادیو فردا. من شاید هیچ کس باور نکنه، ولی برای اولین باره که من دارم میگم که هیچ مقامی، هیچ دستگاهی، هیچ ارگانی با من تماس نگرفته و به من بگن که آقا جون منبر شما راجب روحانیت دیگه خواهشن صحبت نکن، منبر شما راجب جنگ صحبت نکن، منبر واقعا هیچ کس با من همچی تماسی تا به امروز که 20 مهر 1393 هستش هیچ کس با من همچی تماسی نگرفته. حتی شاید باور نکنید مواقعی که من رفتم تو تلویزیون برنامه زنده بوده هیچ کس نیومده به من بگه که دکتر دستم به دامنت، یه کاری نکن خراب بشه اینا، چون احتیاجی نیست به من بگم. ببینید من خودم میدونم که من اون بمبازه هستم، اون بالا هم باید یه جوری حرف بزنم که حرف بزنم، هم باید یه جوری
بزنم که برای آخرین بار نباشه که من بگم بیتون. ولی در این حال، در این حال هیچ وقت هم بدون خفت و خطا نبودم، هیچ وقت هم مواقعی بوده که یه چیزایی گفتم که آقایون ناراحت شدن، عصبانی شدن و تا یه دو ماهی، تا یه سه ماهی، تا یه پنج ماهی، تا یه شیش ماهی اصلا از 200 متری تلویزیونم که رد می‌شدم سایه منو با تیر می‌زدن. الان چند ماه نرفتم تلویزیون؟ آخرین بار که من رفتم تلویزیون حدود یک سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، حدود یک سال پیش بود و برنامه هم زنده نبود. آخرین بار که من زنده رفتم تلویزیون کانال 4 بود و برنامه زاویه بود با آقای روحانی، با آقای زرشناس بود، با دکتر زرشناس بود، شهریار زرشناس بود و چند ماه قبلش هم با اون آقای روحانی که شما میگید بود. بعد از اون دیگه الان تو بلک لیستید شما؟ الان تو بلک لیستید یعنی؟ ببینید من همیشه تو بلک لیست هستم، من هیچ وقت تو بلک لیست نیستم. کلن از بعد از رضا شاه که من گفتم رضا شاه خدمت کرده به مملکت، به ایران، از بعد از رضا شاه یه مقداری چیز شدن، یه مقداری مثل مارگزیده از ریسمون سیاسی میترسه، حتی امکان منو برنامه زنده نمیبرن، حتی امکان، چه رادیو چه تلویزیون. یه سال نبردن دیگه اون خیلی وقت نبردن. آره